شانزدهم تیر ماه 1396 خورشیدی و هفتم ژوئیه 2017 میلادی. امشب در صفحه آخر گفتگوی اختصاصی داریم با آقای عباس پالیزدار درباره مؤسسات مالی و آدمایی که هزاران میلیارد سپرده مردم رو بالا کشیدن. پرده آخرم در آخر برنامه. پیش از پخش تقدیمی این هفته موظفم خدمتتون عرض کنم که به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما تقدیمی، دادستان شهرستان ملایر با اشاره به اجرای حکم شلاق یک مجرم در ملای عام در خیابان خیام ملایر گفت سال گذشته در روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام این فرد مرتکب آزار و اذیت جنسی یک خانم شده بود. این مجرم محکوم به 2 سال حبس تعزیری، اجرای 74 ضرب شلاق در ملای عام و 2 سال تبعید به یکی از شهرستانهای شرقی کشور است. دادستان ملایر با بیان اینکه حکم شلاق این مجرم در ملای عام عصر دوشنبه 12 تیر ماه اجرایی شد، به همه افرادی که افکار شوم در سر دارند هشدار داد قوه قضاییه و نیروی انتظامی با هوشیاری کامل خاطیان و مجرمان را شناسایی می کند و به سزای عملشان می رساند. غیر از حاج سعید طوسی، قاری محبوب رهبر که آزادانه، شفاهی و کتبی اقرار به آزار جنسی عده‌ای از نوجوانان کشور کرده. تقدیمی به مردم تماشاگر ملایر. الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت اموال جدید کشف شده از صاحبان کاسپیان 98 آپارتمان و 75 باغچه و 2 زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود. یکی از حساب رسان مؤسسات مالی که نخواست نامش فاش شود به روزنامه شرق گفت مؤسساتی مانند مؤسسه کاسپیان که حساب و کتاب ندارند دارایی های خود را به نام افراد مختلف فرزند مدیر عامل و اطرافیان ثبت می کنند. بله، آقای عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه که میدونید افشاگری‌هاشون سال 85 درباره دزدی کلان و فساد عده‌ای از روحانیون تراز اول حکومت باعث شد که افشا شدگان 10 سال زندان برای ایشون ببرن، امشب در این برنامه صفحه آخر می‌پردازن به موقعیت مؤسسه‌های مالی و آدمایی که مسئول مستقیم این وضعن. مجموع پولی که مردم به عنوان سپرده گذاشتن تو مؤسسه های اعتباری و مالی و دارن میدونن که پول خودشون رو پس بگیرن 10 هزار میلیارد تومنه. کی فکر میکرد انقلاب اینجوری بشه؟ فقط 2 میلیون نفر سپرده گذار مؤسسه میزانن. بیش از 1,400,000 نفر خودشون میگن سپرده گذار سامن الحججن. حدود 2 میلیون نفر سپرده گذار کاسپیانن و اون 8 مؤسسه‌ای که تو کاسپیان ادغام شدن دارن میدونن پول خودشونو پس بگیرن اصلشون. چرا وضعیت مؤسسه های مالی و اعتباری به اینجا رسید؟ این بحران و برشکستگی و خوردن هزاران میلیارد تومان پول مردم از کجا شروع شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداً یه آمار کوچیکی در ارتباط با تعداد مؤسسات مالی اعتباری که حالا تحت عنوان تعاونی‌های اعتباری، مؤسسات مالی اعتباری و غیر وزاره که تو ایران ثبت شده و فعالیت می‌کنند، عرض کنم که حدود 2000 مؤسسه مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتباری و غیر وزاره که تو ایران
فعالیتشون رو از دهه 70 آغاز کردن و مؤسسه مالی اعتباری که تو ابتدای امر تحت عنوان تعاون‌های اعتباری در استان خراسان که حالا اون مقطع رضوی و جنوبی و شمالی همه یکی بود، استان خراسان، مدیر کل تعاون استان در وقت آقای ابراهیم بای سلامی بوده که این مجوزها رو صادر کرده و تعداد زیادی تعاونی اعتباری به ثبت رسیده و فعالیتشون رو در همون دوران آغاز کردن که تعاونی اعتباری اینا همه در آینده با هم ادغام شدن و تشکیل ابتداعاً مؤسسه مالی اعتباری فرشتگان رو تشکیل دادن و بعد هم باز در ادغام های دیگه صورت گرفته و تبدیل شده به مؤسسه مالی اعتباری آلمان ایرانیان و بعد هم باز ادغام دیگری صورت گرفته، ادغام های دیگری صورت گرفته و تبدیل شده نهایتاً به مؤسسه مالی اعتباری کاسپیه. این آقای ابراهیم بای سلامی همون علی ابراهیم بای سلامی است که عکسش رو الان دیدیم؟ بله بله، عرض شد خدمتتون که آقای ابراهیم بای سلامی همون نماینده مجلس ششم هستش که به اصطلاح الان هم در حال حاضر در دولت مسئولیت‌هایی رو داره، مثل عضو شورای عالی میراث فرهنگی گردشگریه، مثلا که نماینده سابق خاف بوده تو مجلس ششم و مدیر عامل الان هم در حال حاضر مدیر عامل در حین حال که عضو شورای عالی میراث فرهنگی گردشگری کشوره، مدیر عامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی هم هست تحت عنوان شرکت رفاه گردشگری تأمین و به اصطلاح در اون مقطع عقبیشون که مدیر کل بوده توی تعاون استان در سال 77 آقای علی ابراهیم بای سلامی این مجوزها رو صادر کرده و در بعد از صدور این مجوزها افراد خانوادهشون رو هم در تعاونی ها سهامدار کرده، مثل مهدی ابراهیم بای سلامی، علی ابراهیم بای سلامی، ابراهیم ابراهیم بای سلامی و حتی مادرشون بی بی جان علی اکبری از سهامداران مسئول فرشتگان و الان هم کاسبیان هستن. افراد متعددی در این مؤسسات ورود کردن، سهامدار شدن، حالا چه تحت عنوانهای حقیقی و چه تحت عنوانهای حقوقی و بعضا هم حقیقی و هم حقوقی ورود کردن، مثلا آقای علی رحمانی که مدیر کل بورس تهران بوده در دوره احمدی نژاد، ایشون هم به صورت حقیقی در مؤسسه سهامدار هستش و هم تحت عنوان شرکت‌های من گروه‌های مالی و شرکت‌هایی که حوزه حقوقی توی مؤسسه کاسپیان و فرشتگان سهامدار هستن عرض می‌کنم با سهامدارانشون. آقای رحمانی گروه مالی بین‌المللی نیچی هم که کار فعالیت‌های هلدینگیه که کار بازرگانی و ساختمانی و سرمایه‌گذاری و مالی و غیره رو انجام میدن، که آقای علیرحمانی تو اون مجموعه هم رئیس تو هیئت مدیره اون مجموعه است و در عین حال عضو هیئت مدیره مؤسسه مالی اعتباری هم هست و این مجموعه هلدینگشون هم تو اونجا باز مجدداً سهامدار هستن. همینطور شرکت کارگزاری سهامگستران شهر از جمله سهامدارای حقوقی کاسپیانه که افرادی مثل آقای دکتر مهرزاد مینوی، مسعود قبولی خوشرو، فیروزه نفیسی، مهدی کاشی زنوزی که مدیر عامل اون مجموعه کارگزاری سهامگستران شرقه، اینا هم به صورت حقوقی سهامداران. از جمله سهامداران حقوقی دیگه شرکت اعتمادگستر پرشین که سهامدار حقوقی است که آقای گرزین مهر سهامدار اصلی و مدیر اون مجموعه شرکت اعتماد گستر پنشن هستش که عضو سهامدار کاسپیان هم هست، ایشون هم نماینده سابق مجلس از کرمانشاه بوده. بله، رئیس خانواده ابراهیم بای سلامی در واقع آقای غلام حیدر ابراهیم بای سلامی نماینده رئیس جمهور در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری است.
هر جا فساد و بخور بخور فامیلی و خانوادگی انجام میشه، نه الزامن چون طرف میخواد مثلا کرامت داشته باشه به اطرافیاش هم برسه، واسه رد گم کنی، در رفتن از حساب کشی، پولا و اموال دزدی رو به اسم این و اون میکنه. میدونین دیگه این مرسومه بین همه دزدای گردن کلفت. تو همین کاسپیان چند تا فامیل افتادن روش، یکی ابراهیم با سلامیه، خانواده های دیگه هم هستن، خاندان آقای تفکر هستش که همشون خاندانی اومدن عضو هیئت مدیره کاسپیان شدن، مثل محمد علی تفکر که پدرشونه، احمد تفکر پسرشه، رضا تفکر پسرشه، ملیحه تفکر دخترشه، لیلا تفکر دخترشه، زهرا چرخکاران همسر آقای محمد علی تفکر مادر این پسر و دختر هست، امید پردری دامادشونه، پژمان نایبزاده دامادشونه، نرگس طالبزاده عروسشونه. اینا به صورت خانوادگی تو اونجا سهامدار هستن که هر سمه حضورتون که از جمله سهامداری عمده مجموعه کاسپیان هم هستن. ببینید جدا از این جمعای خانوادگی که اصلا ککشون هم نمیگزه که میلیون ها خانواده به خاطر حرص اینا دارن از هم میپاشن، از هم پاشیدن، بدبخت شدن، کسای دیگه ای هم هستن که یا به دلیل حضورشون تو سیستم بانکی و بیمه از اول تا حالا از تو جمهوری اسلامی، یا به دلیل اینکه مثلا نماینده مجلسن، صاحب منصبی هستن تو این حکومت امام زمان، الان تو همین مؤسسه های مالی و تو شرکت های حقوقی سهامدار کاسپیانن و تو همین مؤسسه کاریان هر کدومشون. مثلا شرکت کارگزاری برهان سهند که این خیلی مهمه که آقای فرید ضیاءالملکی رئیس هیئت مدیرشه که در شبکه بانک کشور شناخته شده است. مرسبت خدمتون. سید علی میلانی حسینی نایب رئیس هیئت مدیره اون مجموعه است که سابقا مدیر عامل بانک تجارت بوده. آقای حسین مهدوی نجم آبادی بانک ایران زمین و تو بانک مرکزی بوده، ایشون از سهامداره اون مجموعه شرکت کارگزاری برهان سهنده. رسول صدیقی بناب که نماینده مجلس بوده، باز ایشون هم سهامدار مجموعه کارگزاری برهان سهنده. مشتبه بنیفر عضو هیئت مدیرشه که از اعضای هیئت مدیره بانک ایران زمینه. آقای سید حسین مهدوی نجم آبادی رو که عرض کردم خدمتون، محمد رضا امیر حسین خانی که باز رئیس هیئت مدیره مولا الموحدین بوده و ارشد حضورتون که سهامدار این مجموعه است. آقای حسن فدایی عضو سابق هیئت عامل بیمه مرکزی بوده که ایشون هم عضو همین هیئت مدیره شرکت کارگزاری برهان سهنده و رضا معمار اصفهانی هم از جمله سهامداران. آقای عباس کمره‌ای که الان معاون بانک مرکزیه، ایشون عضو هیئت مدیره همین شرکت کارگزاریه. و آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاریه. آقای باز دوباره علی رحمانی عضو علل بدل به اصطلاح اعضای علل بدل مجموعه است. و آقای سید هاشمی که مدیر عامل بانک صادرات بوده، ایشون هم سهامدار این شرکت کارگزاری برهان سهنده که سهامدار بخشی از سهام مؤسسه مالی تجاری کاسپیان هستش. ببینین بعد حالا این جای سوخته مهر رو پیشونی اینا منو کشته، شما رو همینجور. بعد پولای میلیاردی که اینا به اسمای مختلف با عناوین مختلف تو همین کاسپیان دارن میگیرن و داشته باشه، بین 2 میلیارد تا 3 میلیارد فقط تو کمتر از 4 ماه دریافتی. این گزارش حسابرسی مورد تایید بانک مرکزیه. میبینین دیگه 1 میلیاردی دوتاشون، بقیه بین 2 میلیارد تا 3 میلیارد از کاسپیان گرفتین توش دوباره به اعتبار بانک مرکزی سپرد و گذاشتین. اینا به اونا رو حقوق برداشت کردن و میکنن. ببینیم بزنیم فقط حقوق یکی از سهامدارای کاسپیانو که آقای پالیزدار اشاره کردن، من فقط یادآوری کنم، قبلا هم اشاره کردیم به این آدم،
این فیش حقوقی ممد ابراهیم نودهی، مدیر عامل سابق بانک تجارت، این آدم در آذر ماه سال 94 رقم 710 میلیون تومان به صورت خالص گرفته. 100 خورده میلیون تومان مالیات داده، 710 میلیون تومان نت خالص مجموع دریافتیش در مدت 21 ماه. ضمناً همین ممد ابراهیم نودهی سال 93 1 میلیارد تومان تسهیلات قرض پسنده با کارمزد 1% از بانک تجارت گرفته که 45 برابر حقوق ماهیانشه. بعضی آیتم های فیش حقوقیشو ببینید چیه. بله ببینین، هدیه روز زن، من نمیدونم این آدم زنه یا مرده، هدیه روز زن بهش دادن 6 میلیون، اگه درست بخونم هدیه روز پدر، اینجا پدر شده 121 میلیون. اینا رو گذاشتن تو فیش حقوقیش. الان هیئت مدیره شرکتی است که سهامدار اصلی کاسپیانه، 5% اصلی کاسپیان مال اینه. از کجا اومده این آدم؟ آقای ممد ابراهیم مقدم نودهی لیسانس بانکداری داره، کارشناس بانکداری، همین. بعد چه کاری کرده؟ سرپرست معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی بانک ایران زمین، رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات ارزی و صرافی ایران زمین، رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور تجارت، مدیر عامل شرکت رفاه گستران پیروز، رئیس هیئت مدیره شرکت منظومه کاوک آسیا، مدیر عامل شرکت طلایه‌داران آفاق، رئیس هیئت مدیره شرکت آرد تجارت، عضو هیئت مدیره بانک تجارت به مدت 8 سال. و و و فقط در ایران اسلامی است که یک نفر تو هیئت مدیره 20 شرکته و حقوق دولتیش همزمان جدا از اونا واسه 23 ماه بالای 700 میلیون تومنه حقوق دولتیش. بعد این آدم ها هی از این بانک میرن تو اون مؤسسه مالی، هی همون دکون دستک دوزی رو به اسم جدید وا میکنن، غارت میکنن. همین کاسپیان از 8 مؤسسه مالی مثلا منحل شده به وجود اومده. یعنی سهامدارای کاسپیان همون سهامدارای 8 مؤسسه یعنی که در هم ادغام شدن، شدن کاسپیان. درست؟ از اعضای هیئت مدیره فعلی کاسپیان یه فردی به نام آقای نعمت الله اکبری که از مؤسسه مالی فردوسی اومده اینور، یا مثلا آقای علیرضا طاهریان پایین محلی از تعامل اعتبار امید جلدین اومده اینور، از جاهای مختلف منتقل شدن، نهایتا اومدن تو هم بخششون تو هیئت عامل مؤسسه مالی اعتباری هستن، بخششون تو هیئت مدیره مؤسسه مالی اعتباری هستن. این خاندان تفکر که عرض کردم اسامیشون رو عموما تو هیئت مدیرش صاحب عنوان هم هستن، این ضمن که عضو هیئت مدیره موظف هستن. مثلا آقای احمد تفکر خودش معاون مالی مجموعه هم هست، آقای علی ابراهیم بای سلامی معاونت پشتیبانی، آقای امید پردلی که همون داماد آقای تفکر باشه معاون فناوریشه، آقای علیرضا طاهریان که عرض کردم از امید جدی اومده ایشون معاونت امور بانکیشه، آقای جواد پایین محلی که دانششونه معاون نظارت داخلیشه، سید حسن حسینی معاون اقتصادی و سرمایه گذاریشه، مرتضی عنایتی ترورانشه. اینا اومدن هم بخشی اومدن تو هیئت عامل قرار گرفتن، بخشی اومدن تو هیئت مدیره و موظف هستن و مسئولیت اجرایی رو هم دست گرفتن. ببینید یه چیزی که تقریبا هیچ جا بهش اشاره نمیشه، سودی است که بانک مرکزی از قبل مجوز دادن به مؤسسه های اعتباری و مالی میبره. هر مؤسسه کلی پول باید بذاره تو بانک مرکزی واسه اینکه مجوز بگیره، میدونین دیگه، بارها صحبت کردیم. بعد میگن برشکست شد و منحل شد و اینا، بعد هر بار که تابلوی مؤسسه رو عوض میکنن و به یه اسم دیگه همون مؤسسه کار میکنه، مثلا بازم باید مجوز جدید بگیره به اسم جدید و تابلوی جدید که اونم خودش سپرده جدید باید بذاره تو بانک مرکزی و میذاره. این سپرده ها در مجموع حالا حدوداً چقدره که جمع شده تو بانک مرکزی؟ بانک مرکزی تحت عنوان سپرده قانونی برای مؤسسات مالی اعتباری 13.5% مبلغ سپرده گذاری رو متمرکز میشه تو بانک مرکزی و جذب میکنه، که این اتفاق در
خصوص مسائل مانیتاری مورد نظر صورت گرفت. در سال 91 مبلغ 210 میلیارد تومان سپرده قانونی گرفته شده، در سال 92 مبلغ 277 میلیارد تومان سپرده قانونی گرفته شده به موجب نامه های شماره 90-83-255 مورخ 13-4-90 و نامه 90-86-772 مورخ 15-4-90 بانک مرکزی تعاونی های امید به مؤسسه مانیتوری در شعبه تحصیل فرشتگان واگذار شده و موجب صورت جلسه 11-3-90 نمایندگان بانک مرکزی در خراسان رضوی و نمایندگان تعاونی های اعتباری فرشتگان توس، فرزانگان، رویال، اسفراین، اشتیاق یاران سبزوار، صندوق قرضه مبین و اینها اضافه شدن به عرصبت خدمتون که مجموعه فرشتگان عرصبت ادغام شدن تعاملی فرشتگان رو تشکیل دادن و عملیات های ناشی از این ادغام منجر به یک مانده بدهی به مبلغ 727 میلیارد تومان شده که در سال 92 در گزارش مالی سال 92 به حساب هزینه ها انتقال پیدا کرده. این یعنی که تمام اون پول‌هایی که در اون مؤسساتی که اومدن در فرشتگان ادغام شدن از ریز و درشت مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته، یعنی عملیات مالی این تعاونی‌ها هم مورد تایید قرار گرفته که اومده اونجا نشسته و بر حساب از اینا به حساب از اینا انتقال پیدا کرده. ببینید این مبلغی که آقای پالیزدار اشاره کردن در پیوند با فرشتگان بود، یکی دیگه از الان فیلم تجمع سپردگزاره آرمان رو دیدیم، آرمان ایرانیان، یکی دیگه مؤسسات عمده است که اونم از ادغام چند مؤسسه مالی و اعتباری به وجود اومد، حالا عمر کوتاهی داشت شاید به عمد. اون آرمان چقدر به بانک مرکزی داده و بعد اعلام کرده که ورشکست شده؟ مؤسسه مالی اعتباری فردوسی در شعبه تأسیس که متشکل از تعاونی خودش، متشکل از تعاونی بدرتوس و پیوند و از زهرا و امید جلدین و عام کشاورزان و دامداران کشاورزان و وحدت و غیره داره که در سال 4/12/92 به دستور خود آقای سیف طی شماره 92-35-47-75 موافقت اصولی بانک مرکزی بر تأسیس مؤسسه مالی اعتباری آرمان ایرانیان شکل میگیره. از ادغام این مؤسسات در شعبه تأسیس فردوسی و فرشتگان که مجموعه اینا که عرض کردم تبدیل میشه به فردوسی فرشتگان و اینها هم ادغام میشن در 15/6/92 برای اخذ سپردگیری به سبب سرمایه اولیه که برای تودی در بانک مرکزی چیز داره مجددا ازشون 300 میلیارد تومان پول دریافت میکنن. ببینین هم اون اسمایی که گفته شد و باز گفته میشه یادتون بمونه، خواهش میکنم، اینا امیدوارم یه روز جواب شما رو بدن، هم این رقمایی که داره صحبت میشه، همین رقمایی که الان صحبت شد رو فقط در نظر بگیرین، 300 میلیارد تومان اینجا اشاره کردن آقای پالیزدار، سال 90 اشاره کردن 210 میلیارد تومان و سال 91 277 میلیارد تومان. همین سه رقم رو هم دیگه میشه 787 میلیارد تومان بانک مرکزی فقط بابت صدور مجوز برای این چند تا مؤسسه پول گرفته، نزدیک 800 میلیارد تومان. این پولا رو از مؤسسات مختلف گرفته، مثلا 2000 مؤسسه گرفته؟ نه خیر، اونا رو باید جداگانه حساب کرد. این پولیه که از همون مؤسسه هایی که اسم و تابلو عوض کردن دوباره و سه باره گرفته، 800 میلیارد تومان. اصلا دلیل واقعی ادغام کردن این مؤسسه ها، سوالم اینه، دلیل واقعی ادغام کردن این مؤسسه ها تو هم دیگه همین منافع بانک مرکزی نبوده؟ در زمانی که ادغام صورت میگیره مؤسسه آرمان ایرانیان مبلغ 9570 میلیارد تومان مانده سپرده داره در تعاونی های فرشتگان که تعاونی فرشتگان به تنهایی خودش چارج داره 500 میلیارد تومان رو خودش تخصیص میده و مابقیش تا 9570 میلیارد تومان باره مابقی است که اینا همه این عملیات اتفاق افتاده و مورد تایید بانک مرکزی و شورای پول اعتبار قرار گرفته. حرف اینجایی که چطور میشه حالا الان بعد از این دوره زمانی میان این مغایرت ها رو مطرح میکنن و مشکلات درست میکنن. تو اساسنامه‌ای که به اصطلاح باز اشاره شده 213 شعبه فرشتگان و 293 شعبه برای مابقی تعاونی است که مورد تایید باز شورای پول اعتبار قرار گرفته و بانک مرکزی قرار گرفته
و به نیروی انتظامی اعلام شده که اینو میتونن نصب تابلو بکنن و سپرده‌گیری بکنن. در تاریخ 5/8/94 مصوبه شورای پول اعتبار صادر میشه در همین خصوص، در خصوص مؤسسه مالی اعتباری آرمان ایرانیان، متشکل از تعاونی که ذکر کردیم. در تاریخ 4/9/94 یعنی چند روز بعد از مصوبه، مؤسسه تازه تشکیل آرمان، آرمان ایرانیان، مجددا تقاضا میشه به مؤسسه اعتباری کاسپین تغییر نام میده. این ظرف 5/8/94 تا 4/9/94 ظرف چند روز این اتفاق میفته و تغییر نام انجام میشه. و در تاریخ 27/12/94 طی شماره 94.390.539 به امضای شخص آقای دکتر سیف مجوز فعالیت مؤسسه مالی اعتباری کاسپین داده میشه، صادر میشه. و این مجوز هم الان در سایت خود بانک مرکزی، همین الان هم بزنید سایت بانک مرکزی موجوده، مشاهده میشه این مجوز. ببینیم بانک مرکزی میگه مؤسسه هایی که تو کاسپین ادغام شدن مجوز نداشتن که به اسم کاسپین تابلو بزنن. بارها پخش کردیم صحبت آقای حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در این رابطه رو، سیمای جمهوری اسلامی بارها مصاحبه کرده با آقای حیدری در همین زمینه، فرشاد حیدری، و بارها شنیدین که میگه آقا جون اینا مجوز نداشتن که به اسم کاسپین برن تابلو بزنن، همین باعث شده که مردم همه چی رو از چشم کاسپین ببینن، علیه بانک مرکزی که کاسپین رو درست کرده بیان اعتراض بکنن. اینجا گره ای کار کجاست؟ طبق مصاحبه‌ای که آقای ضیاءالملکی که رئیس هیئت مدیره کاسپین هست خودش اعلام کرده که طی نامه شماره 160443 مورخ 15/6/93 یک بار به پلیس امنیت ناجا از سوی بانک مرکزی نامه‌نگاری شده و به پلیس امنیت اعلام شده که مجوز نصب تابلو دارن. مجددا هم در خصوص مجوز نصب تابلو دوباره نامه‌نگاری به نیروی انتظامی شده طی شماره 95/36/236 مورخ 8/2/95 بعد از اینکه کاسپین فعالیتش را آغاز کرده، مجددا هم نامه‌نگاری شده به پلیس امنیت ناجا و مجوز نصب رو دادن. اما متأسفانه همینجا، همین بخش از صحبت ما اینجا تناقض داره با صحبتایی که بانک مرکزی کرده. مجلس شورای اسلامی نامه‌ای زده به بانک مرکزی که این صحت داره شما در ارتباط با این مجوزهایی که صادر شده درسته، غلطه، چیه، و حتی رئیس جمهور ازشون خواسته در این رابطه توضیح خواسته. بانک مرکزی به دروغ گفته که نه هیچ مجوزی در ارتباط با نصب تابلوها ما ندادیم و اینا خودسر تابلوها رو نصب کردن و سپردگیری کردن. این دروغ رو متاسفانه آقای سیف القا کرده به آقای رئیس جمهور، به آقای رئیس جمهور در سخنرانی فروردین 96ش البته خوشبختانه گفت به نقل از آقای سیف، به عنوان صراحتا از طرف خودش اینو نگفت و گفت به نقل از آقای سیف بانک مرکزی اینا مجوز نداشتن و بدون نصب تابلوها بدون مجوز بوده و سپردگیری‌ها غیر قانونی بوده. اینا ایراداتیه که از نظر شکلی و محوی به مباحث مطروح وارده. گزارش سازمان بازرسی کل کشور آیا وجود داره؟ یا لااقل مؤسسه های رسمی حسابرسی، اینا قطعا گزارش هایی دادن. این گزارش ها نشون میده که چقدر سپرده دارن مردم تو کاسپین. در خصوص گزارش حسابرسی رسمی و بازرس قانونی منتهی به 29/12/94 توسط این مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریتی دایار رحیاف تهیه شده، جمع سپرده گذاری آرمان و کاسپین 11118 میلیارد تومان بوده که فقط مبلغ 6260 میلیارد تومانش متعلق به فرشتگانه و ما بقیه مؤسسات که جمعش شده همون عدد 11118 میلیارد تومان و که سپرده های قانونیش هم تودیع شده نزد بانک مرکزی. خب از این 11118 میلیارد تومان، 11000 میلیارد تومان و 118 میلیارد تومان، دود است که آدم بلند میشه، از این 11000 رو خورده ای میلیارد تومان چقدرش به عنوان تسهیلات
و وام قرض الحسنه و این چیزا داده شده به نور چشمیو. یعنی میخوام ببینم که این سپرده های مردم کجا رفته غیر از سهمی که بانک مرکزی اول کار برداشته. مبلغ حدود 4880 میلیارد تومان فقط فرشتگان تسهیلات پرداخت کرده. حرف در واقع تو این قسمته، یعنی اون انحراف ماجرا از اینجا آغاز میشه و این داستانهایی که اتفاق میفته از اینجا آغاز میشه که فقط فرشتگان عدد 4880 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکنه که آقای فرشاد حیدری، همین نفری که مدیر کل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی هستش، تو اردیبهشت 96 این عدد تسهیلات رو میاد میگه 1400 میلیارد تومان و این حدود بالغ بر 3000 میلیارد تومان چرا گم میشه از اینجا، چرا گفته نمیشه، چرا تایید نمیشه، چرا در صورتی که مؤسسه حسابرسی قبلا اعلام کرده و متحد بانک مرکزی هم قرار گرفته، حالا در گزارش که بانک مرکزی های فرشاد حیدری میاد اعلام میکنه و اذهان عمومی و افکار عمومی اعلام میکنه، میاد عدد رو 1400 میلیارد تومان اعلام میکنه و این 3000 میلیارد تومان مفقوده انحراف ماجراست، که البته فقط این 3000 میلیارد تومان نیست، جمع تسهیلات پرداخت شده توسط مؤسسه مالی اعتباری کاسبیان اهم از فرشتگان که همون 4880 میلیارد تومان داره، جمعاً بیش از این عدده، یعنی عدد 7183 میلیارد تومان میشه تسهیلات پرداختی به کیا. اینجا اون کیا مهمه، اون کیان که این تسهیلات پرداخت شده و حالا به دنبال مفقود کردن عدد تسهیلاتن، چه برسه به آدمای تسهیلات گرفته شده. نا کیان؟ یکیشون که همون جناب فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی تو روز روشن دروغ میگه. تسهیلات گیرنده ها از این مؤسسه ها، اینا کیان که از سپرده های مردم تسهیلات صدها میلیاردی گرفتن و هیچ کی هم نمیره لااقل یقشون رو بگیره. از این تسهیلات توسط مسئولین عالی رتبه نظام معرفی شدن به کاسبیان و این تسهیلات به اونها پرداخت شده، مثل شرکت، من یکیشو مثال میزنم دیگه، اجازه میخوام از حضرت علی و مخاطبینتون که اسامی رو من اعلام نکنم، شرکت استیل البرز یکی از این شرکت هایی است که فقط 120 میلیارد تومان به سفارش یک مسئولین تراز اول حالا دولت عرض که بهش تسهیلات پرداخت شده و برگشت نداشته و این عدم برگشت تسهیلات پرداختی است که مدیریت مؤسسه مالی اعتباری رو دچار بحران کرده و نمیتواند سپرده های مردم رو پاسخگو باشه، چون سپرده ها رفته در قالب این تسهیلات به افراد خاص پرداخت شده و اونها بر نگردوندن و قادر به باز پرداخت سپرده های مردم نیستن و این امر باعث این شده که این بحران وجود داره که مردم میان میریزن جلوی مؤسسات، جلوی شعبات سر صدا میکنن و آقایون به جای اینکه مثلا بیان التیام ببخشن به خواستهای اونها، میان باتون باشون برخورد میکنن و این واقعا قابل انتظار حداقل از دولت های روحانی نیست. شرکت استیل البرز این مبلغ رو از شعبه سعادت آباد این مؤسسه مالی اعتباری دریافت کرده که رئیس اون شعبه خانومیه که حالا من اسمش رو نمیبرم که الان علی‌الظاهرشو فرا کرده رفته امریکا و الان نیست و یعنی مشکل این تسهیلات پرداختی همه مشابه اینه، یعنی فرد تسهیلات گیرنده پرداخت نکرده، تسهیلات دهنده هم حالا اون در حد رئیس شعبه فراری شده رفته و حاضر به پاسخ، هیچ کس هم حاضر به پاسخگویی نیست، بقیه تسهیلات هم تقریبا مشابه همه. ببینید تو این رقمایی که آقای پالیزدار گفتن یکم مکس کنیم، 7183 میلیارد تومان تسهیلات داده شده به چند تا نوکیسه از مجموع 11118 میلیارد تومان. یعنی چی؟ یعنی حدود 4000 میلیارد تومان از کل سپرده های مردم تو کاسپیان موجوده، 4000 میلیارد تومان. چرا همینو به مردم بر نمیگردونن، همین 4000 میلیارد تومانو، قبل از اینکه همینم خورده بشه؟ این 4000 میلیارد الان طوریه که اگه بخوان به یکی پرداخت کنن به دیگری پرداخت، بحران رو بیشتر میکنه، تشدید میکنه و اینا الان بایستی مردم رو متقاعد کنن، کل 2 میلیون نفر
مجموع 11000 خورده سپرده شون رو با 4000 میلیارد بپذیرن و جمع بشه پرونده. اینا دنبال این ماجرا هستن. به نظر من دنبال این ماجرا هستن که انقدر طولش بدن با اطاله موضوع بتونن مردم رو راضی کنن با همین 4000 میلیارد تومان، 11000 میلیارد تومان، 11118 میلیارد تومان سپردهتون رو قیدشو بزنید به تعبیری. اما چیزی که هست اینه که در هر صورت این تسهیلات گیرنده ها بالاخره تضامین اگه کافی هم نداشتن تضامین رو گذاشتن و وام گرفتن، حالا هر شکلی ممکن. و چرا به جای اینکه بخوان مردم رو با 11118 میلیارد تومان سپرده متقاعد کنن که بیا 4000 میلیارد تومان تمامش کن بره، چرا دنبال اون 7183 میلیارد تومان تسهیلات نیستن که بیان این پولا رو جذب کنن و پول مردم رو با سودش تازه باز پرداخت بکنن؟ چرا که از اونها واسه تسهیلات گیرنده ها واسه سود گرفته بشه و اون سود به مردم داده بشه. توی این عاملان در واقع متقاضیان معرفی کننده این تسهیلات، چه از دولتی های فعلی، چه از دولتی های گذشته، چه از فرادولتی ها، بسیاری از اینا از فرادولتی ها هستن که دستور داده شده متقاضی بودن که برای اینا تسهیلات پرداخت کنه فلان شرکت و متاسفانه بنا به دستور تضامین کافی گرفته نشده و ما بالاخره هر چقدر تضامین گرفته شده روی اون تضامین بس اقدام بشه، برخورد بشه. متاسفانه این عدم برخوردها و این که تازه میاد آقای فرشاد حیدری به جای اینکه دنبال پرداخت دریافت تسهیلات پرداختی باشه از تسهیلات گیرنده ها، میاد عدد تسهیلات رو کاهش میده، میگه ما 1600 میلیارد کلا فرشتگان تسهیلات داده. چرا دروغ میگی؟ چرا مردم دروغ گفته میشه؟ واقعیت ها رو به مردم در میون بذارید. آقا شاید اصلا مردم خودشون برن از تسهیلات گیرنده ها پولشون رو بگیرن، یقه اونا رو بگیرن. اگه خودتون عرضه ندارید پولتون رو از تسهیلات گیرنده ها دریافت کنید به مردم بدید، معرفی کنید خود مردم برن بگیرن. ما حرفمون اینه، چرا مردم خواستشونه، پولشونه، پولشون رو میخوان، تکلیف پول مردم رو روشن کن. بیا بگو آقا این پول داده شده به این تسهیلات گیرنده، آقای شرکت فلان، آقای ایکس حقیقی حقوقی، نمیتونی پولش رو ازت بگیری بنا به هر دلیلی، نمیتونی پولمون رو پس بگیرید که به شما بدیم، شما خودتون برید پولتون رو بگیرید. برید اینجوری به مردم رو راست باشید، به مردم شفاف. اگه در گذشته شفاف عمل نکردید، الان شفاف عمل کنید. خیلی مردم راضی، من به عنوان فردی اگر سپرده گذار این مجموعه کاسپیان فرشتگان یا هر کدوم از این تابلوها ادغام شده باشم، اگر به من بگویند که آقا من پولتو دادم به فلان شرکت نمیتوانم پرداخت بکنم، هیچ وقت نمیام در شعبه کاسپیان رو بترکونم، میرم یقه اون شرکت استیل اربوج یا غیر وزاره کو میگیرم، یا آقا پول ما رو بس بده، پول ما دست شماست، شما داری باهاش بوز میدی، شما باهاش میری خارج از کشور اشغال میکنی، یا پول ما رو بس بده. زندانای عادی پر از کسایی که با چند میلیون تومان چک برگشتی افتادن زندان، وقت اینا دارن راست راه میرن. یه میلیون تومان چک برگشتی طرف میره زندان، با 10 میلیون تومان چک برگشتی میره زندان، دچار بحران های مالی میکنن، زندگیش از هم میپاچونن، خاندانش، خانواده‌اش از هم میپاچه. ولی کسایی که با این عددهای بزرگ درشت، علتش اینه که اون کسایی که معرفیشون کردن بخشی از پولو گرفتن، این مشخصه. بخشی از این پول توسط اون کسایی که معرفیشون بودن گرفته شده. حالا نه اونا حاضرن پول پس بدن، نه اونا میگه آقا ما پول من گرفتم، تو اسم من گرفتی، خودت برداشتی بخش عمدهشو، بخش حالا هر چقدرشو، و من چرا بیام همه پول پرداخت کنم؟ سر اینه که اونا هم پرداخت نمیکنن پولشون رو. وقتی میبینم به اصطلاح یه فرد گنده تو مسئولین نظام میاد از این پول بخشی از پول دریافت کنه، خب اونا میگه انگیزه برای دادن این پول نداره، میگه پولی که من نگرفتم که به اسم من گرفته شده، من نگرفتم همشو. اینی که پارس پرداخت نمیکنه و اونا هم حمایتشون میکنن، به جای اینکه دستگاه قضایی فشار بیاورد سپرده تسهیلات گیرنده ها رو برخورد بکنه، میاد سپرده دهنده ای که پولشو میخواد میاد با اون برخورد میکنه، به نیروی انتظامی که ضابطشه به اون گفته میشه آقا برید به جلوشون رو بگیرید به هر شکل ممکن. الان داره عملا تو فیلم های متعدد تو جلوی بانک مرکزی شعبات کاسپیان رو زاری مردم که جمع میشن، پاسخ مردم، پاسخ مسئولین سیستم بانکی کشور و مسئولین انتظامی کشور به عنوان حامی سیستم بانکی به مردم به جای التیام بخشیدن باتون است. این اشکال عمده است. این اصلا با هیچ عقلی، با هیچ دینی، آیینی، با هیچ چی نمیخونه این برخورد. خب
اینا همه دستشون توی یک کاسه است، از بالا تا پایین. این که همیشه گفتیم همه میدونن، ولی واقعا با این جمله کلی که چیزی حل نمیشه. جمله‌ای که میخوام بگم فرای همه این هاست. من میخوام بگم آقای فرزن عباس کمره‌ای که معاون بانک مرکزی است، که الان هم از جمله گوی یعنی نفر بالادست همین آقای فرشاد حیدریه، ایشون خودش عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت کارگزاری برهان سهند که از جمله سهامداران کاسپیانه، که فعالیت میکرده، از سپرده‌گذاری های مردم منافعش رو دو جیبشون میذاشتن. حالا چجوری به خودشون اجازه میدن که بگن اصلا مؤسسه مالی اعتباری کاسپیان از ریشه و بن اصلا مشکل داشته، اصلا مجوز نداشته، نمیدونم نصب تابلو مجوز داشته، چی مجوز داشته، سپردگیری ها غیر قانونی، چطور اون موقعی سپرده‌داره میگرفتین استفاده میکردین منافعش رو قانونی بود؟ حالا که بخوایم برگردونین بهشون، باز خیلی ما قمارباز نیستیم، ولی قاعده قماربازا، یه قماربازا آخر بازی که دارن میبازن میزنن زیر میز بازی، بازی رو به هم میزنن، چون میدونن که آخرش بازنده خودشونه. حالا الان که میخواد روشن بشه اصلا میگن مؤسسه آقا اصلا ادریشو بن آقا مشکل داشته، اصلا مجوز نداشت. آقا چی مجوز داشت؟ خودت سهامدار این مجموعه بودی، چجوری بدون مجوز فعالیت میکردی؟ خودت معاون بانک مرکزی اصلی بودی، الان هم معاون بانک مرکزی هستی، هم سهامدار این مجموعه، توی در قالبش یه شرکت حقوقی به نام شرکت کارگزاری برهان سهند. حالا میگی که این مؤسسه مالی اعتباری کاسپیان اصلا مجوز نداشته، غیرقانونی فعالیت میکرده، پولای سپردگیری های غیرقانونی میشد. آقا این حرفات نیست اصلا. این خود همین جملات خودش نشانگر آخر خطه که چه اتفاقی داره میفته و اینا چیکار کردن که الان داره همین آقا به آقای فرشاد عیدری میگه آقا بگو 1600 میلیارد بیشتر تسهیلات نده فرشتون. آقا چرا دروغ میگی به مردم؟ چرا واقعیت رو مردم نمیگی؟ این که مؤسسه حسابرسی که تایید سازمان حسابرسی میده و خودتون هم گزارش مالیشون رو تایید کردید در شورای پول اعتبار و بانک مرکزی و حسادش موجوده، باز دوره میگین آقا اینا غیر قانونیه. چی غیر قانونیه؟ همه پول که تسهیلات مشخصه که شما جمعاً از مؤسسه مالی اعتباری کاسپیان 7183 میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده توسط شرکت‌های حقیقی عمومی. چرا میگی 1600 میلیارد تومان؟ این همین این یه جمله کافی است برای اینکه اینا دارن چه موضوعی رو دنبال میکنن، دنبال چه مسئله‌ای هست. چرا قوه قضاییه دخالت نمیکنه؟ واقعا یه همچین موضوع مهم ملی جایی از قوه قضاییه نیست، انگار ربطی به قوه قضاییه نداره این قضیه. شما آقای حیدری فر رو که می‌بینید که یه قاضی شاخص قوه قضاییه بوده، الان به جرم اختلاس الان در زندان اوینه. از این دست آدما قطعاً تو رده بالاتر از ایشون وجود دارن که در این مسئله دخالت دارن، لابد که پیگیری جدی نمی‌کنن دیگه. و الا پیگیری جدی این موضوع همه چیز رو روشن می‌کنه. چطور من عباس پاریزدار با یه بررسی کوچیک میتونم پیدا کنم که کی تسهیلات گرفته و چه مسیری رفته شده این که به انحراف خورده و نمیتونه پول بردا، ایشون نمیتونه بردا، مجموعه به این عظمت و به قضیه نمیتونه این موضوع رسیدگی بکنه و نتیجه برسه؟ قطعاً میتواند. به نظر من افرادی مثل آقای حیدری فر و گنده‌تر از آقای حیدری فر در سیستم قوه قضاییه هم فساد دارن و نمیتونن این موضوع رو دنبال کنن، چون سرخطا به خودشون خط میشه. ببینید من کوتاه میخوام برگردم باز به مسئله ادغام این مؤسسات. چرا اصلا اینا در دهه 90 مخصوصاً مؤسسات مالی مختلف اومدن تو هم ادغام کردن؟ یعنی خودشون میگن دلیلش چی بوده این کار؟ سیاست رو اینجوری عنوان میکردن که تعاونی های کوچکتر قابل مدیریت نیستن در سیستم پولی کشور و بانک مرکزی کشور و میبایستی بیان تو قالب یک مجموعه قرار بگیرن که بتونن نظارت رو بهتر برشون انجام بدن. تحت این عنوان، این عنوانی که این ادغام ها صورت میگیره اینه که میان اینا رو ازشون تحکم میکنه که لابد باعثی شما بیاین با مؤسسات بزرگتر از خودتون ادغام بشید و اون ادغام هم به این دلیل صورت گرفته. اما متاسفانه آنچه که واقعیته چیز دیگر، آنچه واقعیته این است که میخواستن سپرده های اونها هم بیاد جمع بشه بیاد اینجا که در قالب تصدیب در رفیقاشون بده بشه. عجب. خب این وضع ادامه پیدا اگه بکنه میتونه همین دولت رو جدی تهدید کنه، حالا جدا از تهدید ساختاری نظام. واقعا درمان در همین وضع موجود، درمان این موقعیت آیا میتونه وجود داشته باشه؟
درمانش اینه که مردم خواسته هاشون رو روشن‌تر، جدی‌تر دنبال کنن تا مجبور بشن دولت مردای ما به شفاف‌سازی بیشتر. من البته در ارتباط با وضعیت پیش آمده در خصوص مؤسسات مالی اعتباری بحرانی از جمله کاسپین، الان خبر دارم که آقای روحانی خودش شخصا به صورت جد به دنبال این هستش که ساماندهی بکنه و این وضعیت رو از بحران آزاد بکنه، ولی در صورت این عمل کرده تا الانشون عمل کرده مفیدی نبوده. ولی من با توجه به صحبتهایی که داشتم با نزدیکان آقای روحانی در جریان قرار گرفتم، ایشون خود شخصا خیلی جدی دنبال این هستش که وضعیت مثلا به نفع مردم تموم بشه و شفاف سازی صورت بگیره و اون کسایی که متخلف هستن باشون برخورد بشه. خودش شخصا این موضوع رو از آن داشتم و تو عملکرد فعلی شدم در حال حاضر تو چند روز اخیر من دارم میبینم ایشون به شخصه دنبال این قضیه هست که شفاف سازی بشه و خواستن که از کسانی که بیان این موضوع رو دنبال کنن و گزارشات مبسوط و روشنی برای ایشون آماده بکنن. و من تقاضام از آقای روحانی این هستش که سیستم بانکی کشور تغییرات جدی و بنیادی میخواد. از خود آقای سیف رئیس پول بانک مرکزی گرفته بانک مرکزی مسئولش و سیستم بانکی ما واقعا دچار بحران است. جابجایی مدیران مش افاقه نمیکنه. بس مدیران به صورت بنیادی تغییر جدی صورت بگیره و اینها برن کنار. تا کی باعث یه مدیر بانکی از 40 سال پیش تو بانک کشور وجود داشته باشه؟ تا آخر ما مشکل نمیده. مگه ما مشکل نیروی انسانی داریم؟ مگه ما مشکل مدیریتی داریم؟ این همه دانشگاه های ما مدیر تربیت کرده، تو رده های میانی مدیر فعالیت کرده و مدیرانی هستن که هنوز آغشته به فساد نشدن. چرا از اینها استفاده نمیشه؟ از اینها استفاده کنید. من پیشنهاد من به صورت به یک جمله کوتاه اینه که تنها راه رهایی از این بحران تغییر بنیادی مدیران بانکی کشور هستش، نه جابجایی. از آقای سیف گرفته تا معاونت‌ها تا مدیران عامل بانک‌های کشور از سیستم بانکی کشور حذف بشن، برن کنا، برن به عنوان یه مشاور کنار گوشه‌ای باشن. اصلا عمل تو حوزه اجرایی بانکی کشور حضور نداشته باشن، چون اینها خواسته و ناخواسته درگیر فساد شدن. ببینیم با وجود فساد ساختاری در حکومت روحانی سالار، آیا کنار گذاشتن صرفا مدیران بانکی کشور میتونه تو زندگی مردم و مملکت گشایشی واقعا به وجود بیاره؟ قطعاً فساد ساختاری اساس برایش و بنیاد فساد داره. هر کشوری از اون کشور ماست و اون ساختار اگر اصلاح نشه، ما با تغییرات قطعاً خیلی اتفاق میمونی رو نخواهیم دید. اما ما بخواه هر مدیری تو برنامه‌ریزیش برنامه‌ریزی میان‌مدت داره، برنامه‌ریزی بلندمدت داره. اون تو برنامه‌ریزی بلند مدت باید اصلاحات ساختاری صورت بگیره و آدمایی که توی ساختار نظام جمهوری اسلامی مؤثرن اونا رو اصلاح کنه، یا بالاخره حذف بشه، یا بالاخره نادیده گرفته بشن، یا بالاخره به حرفشون کم توجه بشه. اون یه بحث زمان بره، ولی اینکه الان میشود به سرعت اتفاق رو صورت بدیم که این بحران ظرف یکی دو سال آینده اصلاحات جدی صورت بگیره، مدیران بانکی کشور به نظر من حذف بشن از نظام بانکی. کسانی که الان قائلن که ساختار بانکی کشور ساختار بانکداری اسلامی است و غیر ربوی است، اونها باید حذف بشن. اونهایی که میپذیرن این نظام بانکی ربوی است و باید اصلاحات اساسی درش داده بشه، اونها بیان در رأس نظام بانکی کشور قرار بگیرن. نمیدونم، تغییر مدیران حتی اگه عملی بشه به معنی تغییر نظام پولی ربوی که یه درباخار و نزولخور ادارش میکنن میتونه باشه. این سیستم سوداگر پولی، این سیستمی که بر پایه نزولخوری و رباخاری استواره، واقعا میتونه این سیستم رو تغییر بده یا این خانه از پای بست ویران است؟ بسیار متشکرم از آقای عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، که وقت گذاشتن در امشب صفحه آخر حضور داشتن.
درباره سفارش دهنده ها که چه کسایی بودن من الان نخواهم گفت، بذارین مدارک تکمیل بشه. آقای پالیزدار که هرچی من اشاره کردم فشار آوردم، ایشون به صلاح دید خودشون ندونستن که بگن. درود بر آقای پالیزدار، شبتون بخیر. باید بریم پرده آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. امام باقر علیه السلام توصیه هایی دارن به عزیزانی که در شبکه های مجازی دارن فعالیت میکنن. آقا میفرمایند که اوسی که به خمسن، به پنج تا چیز شما رو توصیه میکنن. ان ظلمت فلا تظلم، اگر مورد ستم واقع شدی تو هرگز ستم نکن. اگر در پست کسی، اون هم جایی که محل اظهار نظر عمومی هستش، برخلاف نظر صاحب پست کامنتی نوشتی ولی اون کامنتت رو حذف کرد، یا خدای نکرده متن رو که تو کپی کرده بودی بدون نام اون رو برای خودش منتشر کرد، شما این کار رو در مورد اون تکرار نکن. کاربران اینجا همون مردمی هستن که در کوچه خیابون از کنار ما میگذرن و با اونها تعامل داریم. اونها همیشه از ما تعریف نمی کنن، لذا از تعریف و تمجید امروزشون در کامنت ها و پست ها خیلی خوشحال نشو. این بله، شب و روزگار خوش.